حمله عمدی با گاز شیمیایی به مدارس دخترانه در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد. و هر روز نام شهرها و مدارس جدیدی که مورد تعرض جنایتکاران شیمیایی قرار می گیرند به لیست افزوده می شود. رژیم با این اقدامات در واقع از دختران و زنانی که آپارتاید جنسی و تبعیض نهادینه شده علیه زنان را بیش از این تحمل نمی کنند انتقام می گیرد. و این یک جنگ تمام عیار روانی و فیزیکی است که علیه مردم به راه انداخته است. رژیم صریح و آشکار به مردم و به ویژه زنان میگوید که یا تن به سیاست‌های ارتجاعی من بدهید یا امنیت جانی و روانی نخواهید داشت. واضح است که رژیم توان زندانی کردن چندین میلیون مخالف خود را ندارد. پس برای تداوم بخشیدن به ایده های واپسگرایانه خود و دربند ماندن، ساکت کردن و مرعوب ساختن حداقل نیمی از جامعه، اقدام به این حملات علیه زنان و دختران کرده است که در نتیجه آنی آن خانواده ها و احتمالاً نتیجه ثانی آن نیز کل جامعه را درگیر خود خواهد کرد. در انقلاب ژینا زنان و دختران آزاده و برابری خواه با آتش زدن پورتره و عکسای خامنه ای، خمینی و سلیمانی در بسیاری از مدارس و سوزاندن روسری ها یکی از بنیانهای حاکمیت اسلامی را به زیر کشیدند. چنین ایفای نقشی از سوی زنان ایرانی که جایگاه آنها را در راه رهایی از اسارت در ذهن هر انسانی تثبیت کرده، گرایش های زن ستیزانه در حاکمیت اسلامی را برانگیخته است. اما جنایت مسموم سازی مدارس در کنار دیگر جنایات رژیم اسلامی جامعه را مرعوب نخواهد کرد. این خیزش انقلابی می رود تا در تداوم و تکامل خود یک بار برای همیشه به فقر و فلاکت، اسارت و استثمار ساکنان ایران خاتمه دهد.